رنج نبر، رنج کبر بار تسیا ساعد ای بر جان سپا، کفت به توفان های خدا خوش به منو چون موجه بیا. نبیدن نام ما سرنگونیه، ما سرنگونیه، مجاهدین و رسانه‌های رژیم در کشاکش انتخابات قلابی و جنگ گورکا. آیت الله قتل عام، شبهه‌ای که در سال 96 به شدت بین مردم در همه رسانه‌ها، پلتفرم‌های مختلف، روزنامه‌ها، شبکه‌های داخلی و خارجی وایرال شد، به دست همه مردم رسید و اتفاقا نذاشتن و نمیذارن جواب به دست مردم برسه. این یعنی مهندسی انتخابات، این یعنی مدیریت رسانه ها، این یعنی فیلترینگ حبابی. اینی که ما همش داریم داد میزنیم ترس ما از انتخابات 1400 مهندسی انتخاباته، قبلا ما ضربش رو خوردیم. یعنی دید تحلیلی رو از مردم گرفتن و شد آنچه نباید میشد. یعنی الان ما تو بود دیپلماسی، معیشت، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، همه چی به ذلت افتادیم، حاصل همون مهندسی انتخاباتی که صورت گیره. شبهه بی سر و پای رو بین مردم به شدت منتشر میکنن و نمیذارن جواب به دست مردم برسه. شبهه به نام آیت الله قتل عام برای رئیسی. الان هم دارن میگن آیت الله قتل عام و هیئت مرگ، یعنی ترساندن مردم. نگید دیگه مردم آگاه شدن، نمیذارن پاسخ‌ها به دست مردم برسه. ولی در این حال ما وظیفه خودمون میدونیم جواب بدیم. اینا با خیال راحت تا عمق 145 کیلومتری از خاک ایران وارد میشن، عمق ایران رو تسخیر میکنن. نامه‌ای که امام مینویسه به مسئولین وقت برای اعدام اینها یا بالاخره تعیین تکلیفشون، شما اگر مسئول بودید چیکار میکردید؟ نه من میخوام در وهله اول گارد بگیرم به نفع آقای رئیسی، نه میخوام گارد بگیرم به نفع مجاهدین خلق. میخوام دید تحلیلی پیدا کنیم چه اتفاقی افتاد که در سال 67 اعدام مجاهدین خلق در رأس کار قرار گرفت. اما چون قدرت رسانه‌ای دارن، مهندسی افکار میکنن، مدیریت رسانه در اختیارشونه، این شبهه رو به شدت بین مردم وایرال میکنن و اتفاقا در همین انتخابات وایرال خواهند کرد. هیئت مرگ رو برای مردم ترسیم میکنن، آیت الله قتل عام رو دوباره بر سر زبونهای مردم میندازن. از مهندسی انتخابات غافل نه. میگن آقا در بین این اعدامی ها احساس رو هم دخیل میکنن. میگن آقا در بین این اعدامی ها جوونا بودن، نوجوونا بودن، پسرا بودن، دخترا بودن، کسایی بودن که فقط نشریه میفروختن، مثلا دختر بچه‌ای بوده که فقط نشریه میفروخته و همین رو میگرفتن زندان میکردن، بعدش هم اعدام کردن. ببینید تو فاز احساس سوار میشن، فاز احساسی به خودشون میگیرن، استفاده رسانه‌ای میکنن، جنگ روانی به وجود میارن، معرفی میکنن آیت الله قتل عام، بین مردم وایرال میکنن و یه بارم به شدت موفق شدن. و از الان من دارم اعلام میکنم اگر حواسمون به مهندسی انتخابات نباشه، سر به زنگاه ها شاید اتفاقات ناگواری رقم بخوره به واسطه مهندسی اذهانی که انجام میده. اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بودن،
نمایش انتخابات اخیر شعار یک شلدار را اجتماعی کرد. سومین حقیقت، وجود یک نیروی تغییر و یک جایگزین دموکراتیک است. قدرت این جایگزین در این است که شرایط بحرانی را به سرنگونی رژیم بالغ می کند. در نمایش انتخابات اخیر شعار نه جلاد نه شیاد را اجتماعی کرد.